پروژتون رو تا اونجای ما جلو بردیم که نمیدونم ما دقیق کجاش بودیم، بس یه دقیقه نگاه بندازیم. کامند پرامپت رو روشن میکنیم و سی دی دسکتاپ رو بزنیم و سی دی پروژکت کمپانی سی ال اس پی اچ پی داش اس لوکال هاست مثلا 2000 بیایم شروع کنه به اسنیف کردن و همون لوکال هاست 2000 بزنید و بیاد اجرا بگیره. حتما هم زمپتون رو روشن کن، زمپتون رو روشن کن که وقت همچین اروری نده. خب ما تا به کدوم قسمت ادمینستریتوری لاگینش شروع میزنیم و این هم که بود 278,166 و لاگین میشه. خب اخبار رو داشتیم پیاده میکردیم، دیتیلزش رو من ببینم. دیلیت و آپدیت ایناش رو فکر میکنم پیاده کردیم، درسته؟ اوکی، حالا 2021 رو استفاده کنید بچه‌ها. 2021 رو استفاده کنید. من تستش کردم اوکی. حالا اگه گفتم اینجوری گفتم جدید رو در واقع تست کردم، ورژن جدیدش رو تست کردم اوکی. من گفتم صاف 90ش خوب نیست اوکی. اگه گفتم خوب نیستش حالا برید نصبش کنید. برید نصبش کنید ورژن جدیدش خوب. ورژن جدیدش خوب. من اون زمان که گفتم فکر میکنم مالا در من 3 ماه پیش بوده، اون زمان فکر کنم ورژن 2021 یکش بود، الان فکر کنم 2021 سهشه. الانش رو چک کردم خوب بود. اون موقع تست کردیم یه مقدار هر 30 دقیقه مینداخت بیرون، الان نه اوکی. الان اکتیویشن کد داره میده، اصطلاحاً لایسنسش فرق کرد. برید فیلمش رو حالا میذارم برید ببینیدش که چجوری میشه نصبش کرد. اینجا هم بچه ها دیلیت و آپدیت رو گفته بودیم، یعنی الان دیلیت و آپدیتش اوکیه. من دقیق یادم نمیاد. آره دیگه اینجا رو یه چیزایی یادمه. خب بریم روی نمایش وبسایت. اینجا رو هم که پیاده کردیم، این ادامه مطالب رو که میزنیم اگه یادتون باشه، خب تا اینجا رو انجام دادیم. ادامه مطالب رو که میزنیم، این نیوز که میاد ببینید از روی گت در واقع میاد شروع میکنه به خوندن، یه چیزی داره. این نیوز شبیه به اصطلاحاً همون ایندکسی هستش که اینجا دارید میبینید. بادیش میخواد فرق کنه. خب بادیش که اینجا شما دارید، حالا این بادی در واقع پارشال منو داره، پارلکس داره، نیوز داره، کانتکت داره، پروداکت داره و فوتر داره. حالا بهتون بگیم که چجوریه. برگردیم عقب. امروز ما این رو کاملش کنیم و این قسمت در واقع بحث کانتکت رو که بحث ایجکسی داره این جلسه باید میذاریم برای این. بعد این لینک های مرتبط رو اوکی کنیم. امروز جستجو رو کامل کنیم. یه اسلایدر هم میخوام بذارم براتون در واقع این بالا. میخوام با سویپر هم آشناتون بکنم، با سویپر هم کار بکنید، چون ممکنه در واقع بهتون سایت های داده بشه که بخواید مثلا شبیه دیجیکالا مثلا چیزاشو پیاده سازی بکنید، بس کاروسلش یا اسلایدش. با اونم با جکوئریش آشنا بشیم. جلسه بعد بحثای وان تو منی و اینا رو بگیم که این قسمت میشه، این خودش 3 4 ساعت هم این میکشه. به خاطر همین این رو نمیخوام این جلسه بگم. این بحث پروداکت که حالا کامنت و اینا هم میخوایم توش بذاریم، این خودش واقعا یه جلسه است که باشه جلسه بعدی در مورد صحبت می‌کنیم. اینا رو امروز هندلش بکنیم. در من 70-80% وبسایت و یه اسلایدر هم که بهش اضافه کنم. خب اینجا که وارد میشید، نکته این هستش که شما باید یه همچین چیزی رو داشته باشید مثل بادی. خب فقط بادیتون، این چیزی که اینجا دارید میبینید، این نیوزتون که الان این صفحه رو میاد وارد میشید تو اینجا، اصطلاحا من اینجا دارم وارد میشم میام تو این قسمت و اینا رو هم که اگه یادتون باشه اومدیم بر اساس فکر میکنم بزنید از بزنم میاد بالا. منم
یادم رفته چیکار میکردم اینجا رو. فکر میکنم یونیک بود تایتلتون اگه اشتباه نکنم، گزینه کمپانی توی نیوز. آره یونیکه. این مقادیری که میاد اینجا اینا یوآرل های فرندلی بهشون میگن، اصلا برای سئو هستش که بخواید اخبارتون یوآرل فرندلی داشته باشه، میایید به این صورت ازش استفاده میکنید. و خب اینا چیزایی بودش که گفتید پیاده کردیم. بریم دیتا رو اینجا نمایش بدیم. چه جوری بیام نمایشش بدم؟ خب نیوز هم شاید به ایندکس اون هیچ فرقی نداره. میایید اینجا یه پی اچ پی خواهید داشت. این هم اینکلود وانس خواهد داشت. اولین کاری که میکنید هدر رو بعد صدا بزنید و بعد اینکلود وانس گزینه قانون همینه. بادی خب این وسط بعد بیایید شاید به ایندکس یه بادی رو صدا بزنید. خب بادی شما اینجا باید فرق کنه صفحه. چرا؟ واقعیت اینه که من شاید بخوام اینجا اصلا صفحه پارلکس هم نباشه یا فوتر هم باشه فقط و منوم باشه این نیوز وسط و و اصطلاحاً چی میگن مثلا پارلکس نباشه یا کانتکت هم نباشه یا پروداکت هم مثلا توی صفحه نباشه. اون دیگه دست شماست، یعنی شما نوعی انتخاب میکنی که چیا باشه. خب میتونید در واقع صفحاتتون رو بیاید چیکار بکنید، جدا بکنید. یعنی دلار بادی رو که شما بیاید نگاه بکنید، حالا مثلا اینکلود وانس کرده پارشال و این مقادیر رو، من میتونم بیام توی پارشاله یه فولدر درست بکنم و بیام چیکار بکنم، یه صفحه اصطلاحا مثلا اینجا نیوزی که دارید میبینید بیام مثلا بنویسم شو نیوز. خب یعنی بیاد نیوز رو به صورت کامل دیتاش رو، چون اگه اشتباه نکنم ما تو نیوزمون دیسکریپشن کیورد و اینا رو هم داشتیم، تایتل رو داشتیم، بادی نیوز رو داریم و حالا عکس ماکسینا نذاشتم، حالا عکس اینا خودتون میتونید بذارید. خب اینا برای سئوشه، یعنی صفحهشه، یعنی اولا بیاد صفحهش سئوش تغییر بکنه، یعنی هدرش بیاد هدر چیز دیگه ای باشه. اینجا هدرش رو اگه نگاه بکنید، این هدری که ما داریم میایم استفاده میکنیم اومده در واقع داره از سئو استفاده میکنه و این چیزی هستش که شما دارید اینجا میبینید. خب میتونم بیام ببینید بعد شاکله این صفحه عوض بشه کمپلت، این صفحه نیوزی که دارید شما، یعنی هدرش هم بعد میتونید چون سئو مختلفی داره، صفحه سئوش مختلف هستش، میتونه بیاد چی بشه، بیاد هدرش هم سئوش، در واقع این کدهایی که شما اینجا میبینید رو بیام چیکار بکنی عوضش بکنی. خب اینا حالت تست و اینا هستش. چرا؟ چون اینجا مثلا خودش برای سئو فراخونی کرده و این دیتا ها رو برای سئو داره فراخونی میکنه، من بیام برای نیوز هم یه کاری بکنم این برای من انجام بده. چه جوری میتونیم در واقع بیایم و بذاریم یه هدر جداگونه بذاریم؟ آره بذاریم یه هدر جداگونه بذاریم. مثلا من یه صفحه هدر برای این قسمت بذارم، اینا رو صفحات شما جداگونه بنویسیم. خب یه دونه هدر نیوز من میذارم. این هدر نیوزی که ما داریم، این هدری که شما اینجا دارید رو یه کنترل A یه کنترل C من میگیرم، تو این هدر نیوز یه کنترل A کنترل V میزنم. خب نکته ای که داره اینجا، خب ما دیگه نمیخوایم سئو رو فراخونی بکنیم، میخوایم نیوز رو فراخونی بکنیم و سئو مربوط به این سفر هم برای نیوز بذاریم. و حالا بیایم توی بادی هم، بادی که اینجا دارید، بادیتون کجاست؟ اینجا بادیتون هم اگه دقت بکنید میاد حالا این مقادیر رو فراخونی میکنه، منو رو داره فراخونی میکنه، پارالکس رو داره فراخونی میکنه، مقادیری که اینجا دارید میبینید. حالا من بعد میام چیکار بکنم؟ یه بادی هم در واقع برای نیوز داشته باشم. اینا رو اصطلاحا ما میگیم صفحات شما جداگانه داشته باشید. یعنی من الان یه هدر نیوز دارم و میام اینجا یه دونم صفحه حالا آندرلاین بادی نیوز. خب بادی نیوز هم داشته باشم. اینجا میایم کنترل A کنترل C میزنید و یه کنترل V هم میزنید اینجا. فعلا اینجوری من اومدم درست کردم. خب هدر نیوز، بادی نیوز، ایندکستون رو کاری نداشته باشید و ایشون برای اینجا میشه. حالا من میام اینجا، اگر مقدار رو قرار بدم میشه اینجا به این صورت،
و اینم که بادیتونه، بادی رو من عوض میکنم، نمیستم بادی نیوز. و یه دارم چی دارید؟ این کلودوانس گزینه فوتر نیوز. خب ببینید تو حالت وقتی دارید حالت آبجکت یا اصطلاحاً پیور می نویسید به همین شکله. بعد صفحات رو که میخواد صفحات جدید جنریت بشه باید هدر اصطلاحاً جداگانه‌ای داشته باشه، یا فوتر جداگانه‌ای میتونه داشته باشه، یا بادی جداگانه‌ای داشته باشه. باید داشته باشه، چون شما بحث تمپلیت ها رو بحث اینهریتنس رو نمیدونید. اونا رو تو MVC میشه در واقع پیاده کرد، مدل ویو کنترلر، و مثل فریمورک های مثل لاراول یا سیمفونی یا مثل کیک، اینا این قابلیت رو دارن که میان برات ویو های رو جنریت میکنن که میتونه مستر بشه و شما ازش ارسپری بکنید. خب اینجا اولا من ندارم همچین قضیه رو، به خاطر همین باید برای تک تک صفحات که ممکنه دیتا هاش تغییر بکنه باید بیام صفحه جنریت بکنم. خب به خاطر همین شلوغ میشه، ولی اشکال نداره. در واقع شما دارید آبجکت مینویسید یا پیور مینویسید، اینا هیچ اشکالی نداره و اصلا ممکنه که اینجا خیلی شلوغ هم بشه صفحاتت، ولی خب فولدر بندی میکنی که اتفاق نیفته. خب نکته ای که داره این بادی نیوز که اینجا دارید میبینید، حالا هدر نیوز رو فعلا اینجوری تو ذهنتون داشته باشه، اینا رو باید تغییر بدیم، تغییرش باید بدیم، فعلا این حالت رو شما داشته باشینش، کاملا درسته. توی بادی نیوزتون که وارد میشی ببینید این بادی نیوز رو، الان من توی این نیوز که اینجا توی این صفحه وارد میشم، الان نگاه کنید من میام اینجا و برمیگردم، الان من میام رفرش بکنم بزنم بیام اینجا، ببین اومدم تو news.php کیش شده این، یا اصطلاحاً URL فرندلیش شده این. الان نگاه کن تمام دیتا رو داره من دوباره نمایش میده. چرا؟ چون خودم خواستم. حالا یکی برمیگرده میگه ببین من تو این صفحه نمیخوام پروداکت نمایش داده بشه، کانتاکتم نمیخوام نمایش داده بشه. خیلی از صفحات میرید دیگه، مثلا صفحات مختلف که میرید مثلا یه دفعه چند تا آیتم نیست، همین جوریه، آیتم ها رو حذف کردم. خب الان من دوتا رو حذف میکنم، نگاه کن الان تو اولا تو وبسایتت این دوتا حذف میشه. اولا باید با این مدل طراحی کردن آشنا بشی، بعد این مدل رو یاد بگیرید. شما یه دفعه میرید توی صفحه‌ای نمیخواید یه سری دیتا ها باشه، من الان ناکنید اومدم کاملا همش رو حذف کردم، یعنی حذف کردم که اومدم یه صفحه، دو تا صفحه جدید ساختم. الان شما در واقع دو تا صفحه دارید، اضافه شو خواهد شد این، حالا صفحه سرچ خواهید داشت، صفحه سرچش تولید میشه، صفحه پروداکت خواهید داشت، صفحه دو تا صفحه پروداکت دارید، یه دونه پروداکت دارید که محصولات مرتبط به هر کاتگوری، یه دونه پروداکت دارید که محصول مرتبط به همون محصولات، یعنی دو تا صفحه، سه تا صفحه دیگه غیر از این دو تا صفحه که اینجا دارید میبینید برای ما جنریت خواهد شد، که حالا باید یاد بگیریم چجوری جنریتش بکنیم، که اینجا من براتون جنریتش کردم دیگه. باید تصمیم بگیری که تو صفحات چه چیزهایی باشه. خب الان نگاه کن من اینا رو کم کردم، این دو تا رو من واقعا نمیخوام این دو تا باشن تو صفحه. خب نمیخوام باشن، شما دوست داری باشن، خب بذارید بمون. من نمیخوام باشن، چرا نمیخوام باشن؟ نمیخوام لود بگیره تو صفحه و میخوام صفحه هم سباک باشه. خب میخوام اینجا رو داشته باشم. تازه میتونستم اینجا در واقع به جای این پارالکسی که شما دارید میبینید، این چیزی که اینجا قرار گرفته یه چیز دیگه قرار بدم، ولی خب حالا اومدم به این شکل قرارش دادم. یه نکته ای که الان هستش اینه که این پارالکسی که من اینجا فراخونی کردم، الان اگه من بیام تو صفحه بریم منوونم درست بکنیم، این منومون صفحاش رو درست نکرد، این رو ما بفرستیمش به ایندکس. الان من اینجا بزنم میره صفحه index.php، اینم که به سایت ما خوش آمدید و لورم ایپسوم دیگه. اینو ما ساخته بودیم دیگه، پارالکس رو بذار ببینم، شو دیتیلز رو، آها دیتا ندارم. من میگم خدایا فرض کنید اینجا یه همچین چیزی، یه دسکریپشن هم باید داریم قرارش بدیم و ایمیجم یه همچین چیزی و آلت ایمیجش هم مثلا this is test و register. خب الان اگه بیاید رفرش بکنید، خب طبیعتا عوض میشه. آها ببینید الان کاملا عوض شد، الان تو صفحه برام جالب بگوتم چون قدیم مونده. خب الان نگاه کنید توی صفحه اومده دیتا فراخونی شده. پس چجوری فراخونی شده؟ خب یه چیز خیلی تابلویه،
پارالکس رو اگر شما باز بکنید، من بعد دیتاش رو فراخونی کرده باشم که اینجا دارید میبینید داره فراخونی شده. اینا مدل مختلف بود دیگه، ما هم دیگه کار کردیم، میگفتیم اگه کوئری امتی نبود بیاد پیاده کنه، اگه امتی بود یه دونه به صورت بای دیفالت قرار بده که این ارورهای باگهایی بود که میتونست پروژه داشته باشه، اومدیم جلوش رو گرفتیم. پس من تصمیم گرفتم تو این بادی نیوزه که شما اینجا دارید میبینید بیاد چه اتفاقی بیفته، بیاد این پارالکس در واقع نمایش داده بشه. خب منوم هم که داره نمایش داده میشه، فوتر اینا هم میخوام نمایش داده بشه. خب بس حواستون باشه به اعتداد هر صفحه که میاد جنریت میکنید، بعد حواستون باشه این دیتا هایی که اینجا هم وجود داره بعد حتما دیتا هاش فراخونی شده باشه، حواستون به این قضیه باشه. گرچه داریم کار رو درست انجام میدیم و مشکلی نیستش. خب نکته جدید اینه که الان دوباره این نیوز اومد جنریت شد، من در صورتی که میخوام دیتا مربوط به این نیوز بیاد اینجا نمایش داده بشه، خب بعد چیکار بکنیم؟ یه صفحه جدید لطف میکنید توی پارشالتون یه نیو میکنید و مینویسید مثلا بادی نیو، حالا هر اسمی که دوست داری، من اون که چیز نداره، بنویس نیوز و اسمش رو بذار مثلا بادی نیوز. خب بادی نیوز و میایم و اینجا من براش هنوز هیچ فرمتی رو من طراحی نکردم، بعد بیایم اینجا براش یه استایل رو تعریف بکنیم ببینیم به چه شکله. من میام اینجا نیوز و بادی نیوز، خب طبیعتا اگه F5 بزنید الان میبینید هیچ چی نیست. خب درست هم هست، من میام اینجا یه سکشن قرار میدم بریم که استایلش رو بنویسیم، استایل مثلا ویدث باشه 100%، یه پدینگ 50 پیکسل ایشالله که فرانت بلدید، و یه بکگراند کالر لایت گری رو قرار میدیم. الان بزنم خب ببینید یه تغییر اینجا اتفاق افتاد، کاملا هم درسته. و حواستون هم باشه که مقدار باکس سایزینگ border box بدید، برای چی؟ برای اینکه این پایین وقت اسکرول نخوره. خب فرض کن اینجا من میخوام این دیتا رو بیام چیکار کنم؟ نمایش بدم. خب نکته ای که هستش، حالا بزنیم اول قرارش بدیم، مثلا یه H1 داره مینویسیم، عنوان فارسی مینویسیم، مثلا عنوان خبر مربوط به قسمت نیوز، و یه دارم پی داره که تا اونجور که من یادمه، و حالا فرض کنید هم یه لورم میذاریم، چند تا لورم میذاریم، این قسمت رو کامل پیاده سازی بکنیم، بعدش میریم مراحل بعدی. خب ما همچین چیزی هم داره نمایش. خب من اینا نمیخوام واقعا دیگه چیز بکنیم، استایل بدیم، استایلش اینا با خودتون، بعد فرانتش رو بدونید به چه صورت هست. خب اینو بعد چیکار بکنیم؟ ببینید ما تو قسمت احتمالاً توی قسمت کانفیگمون، توی قسمت نیوزمون بعد بیام چیکار بکنیم؟ یه دونه خروجی، حالا آپدیت که داشته، سلکت آیدی که داشته، و یه قسمت در واقع دیلیت که داشته، سلکت که داشته، و اینزرت اینا هم که داشته. خب ما تو این صفحه بادی نیوز که اصطلاحاً اومدیم، بذارید بیام توی قسمت نیوز، این بادی نیوزمونه که اینجا در واقع بادی نیوزمون ساختیم، یه کار نداریم، اومده تو این قسمت نیوزمون هم که کلاسمونه، این هم که صفحه در واقع مربوط به نیوز هستش. نکته ای هست که هستش اینه که شما توی قسمت بادی، توی قسمت اصطلاحا نیوزی که اینجا هستش که اومدی گفته مثلا سه تا مقدار رو سلکت لیمیت کرده، آفست کرده و خروجی رو برگردونده، این کیه که من گذاشتم؟ حالا میتونست کی باشه، میتونه تایتل باشه، حالا هر مقداری که هستش، آیتم تایتل رو فرستادم، حالا بنا به درخواست خودتون بود که اومدیم واسه یونیک بودن اینا رو قرار دادیم، این رو داره میفرسته. حالا نگاه کنید اینجا این گزینه رو داره میفرسته. خب من بعد سرچ رو بر اساس ایشون انجام بدم و دیتا رو بکشم بیرون، اولا بعد بر اساس ایشون بیام انجام بدم. خب این رو اول من میام اکو کنم، من میام توی صفحه، خب بذار اینو بالا باشه ببینیم، من اینجا پی اچ پی رو باز بسته میکنم و برمیگردم میگم که کی یا تایتل، و برمیگردم میگم دالر گت مقدار کی، خب و وردامپ میگیرم مقدار تایتل، میام و اینجا یه رفرشی میکنم ببینید یه همچین چیزی رو برای من برگردونده. خب کاملا درسته. خب شما باید بیاید یه دونه تابعی رو یا اصطلاحا
متدی رو بیاید توی نیوز تعریف بکنید که بر اساس این دیتایی که اینجا وجود داره بیاد فیلتر رو انجام بده. من باید بیام اینجا بنویسم پابلیک فانکشن، من برگردم بگم که سرچ مثلا تایتل، خب یه همچین چیزی، و این تایتل رو بهش بدم. و خب اینجا یه SQL دارید شما، یه دالر دیسکان و مقدار پریپیر داشتید و اینجا برمیگردید میگید که سلکت، خب بسید من ویندوز هم عوض شده یه مقدار پنج میزنیم، خب سلکت مثلا استار، تمام دیتاهاش رو میخوام بکشم بیرون فرام جایی که اصلا نیوز بود اگه اشتباه نکنم اسم، بذار من ببینم قاطی نکنیم به وقت، درست نیوز جایی که ور، جایی که گزینه تایتلش، جایی که گزینه تایتلش مساوی هستش با چی؟ خب من یه پارامتر در نظر میگیرم اینجا رو، داریم اصطلاحا پی دی او می نویسیم و بحثای امنیتی میام میگیم SQL شما یه بایند پارام بایند ولیو دیگه خودتون میدونید قضایش چیه، من تایتل رو بهش پاس میدم و اینجا هم مقدار اول و در نتیجه مقدار SQL execute و return کن دیگه، حالا یه مدل دیگه هم یاد بگیرم fetch، طبیعتا بعد یه دونه برگرده دیگه، اینجا فچال نداریم. چرا فچال نداریم؟ چون چند تا مقدار رو نمیخوام برگردنم، یه مقدار رو میخوام برگردنم و الان باید کار رو درست انجام بده. بریم ببینیم درست انجام میده یا نه، اگر نداد بیایم شروع کنیم دیباگ کردن. توی این قسمت ها دیباگ کردن مهمه. اولین کاری که شما میکنین این هستش که باید اینکلود وانس بکنی ایشون رو، اینکلود وانس باید بکنی اینجا، یه میای میری توی گزینه ادمینستریتور، گزینه پنل، گزینه کانفیگ، گزینه نیوز و من اولین کاری که باید بکنم توی ما توی کجاییم الان؟ توی بادی نیوزیم، کجاییم؟ اینجاییم. خب چرا اینجوری به من آدرس آفر داد؟ خب یه لحظه وایسی، اولا که ما دو نقطه باید بزنیم میایم بیرون از نیوز، بعد میایم میریم تو پارشال، یه دو نقطه دیگه میزنیم میاد بیرون این و بعدش داره میزنیم ادمینستر، بعد پنل، بعد کانفیگ، بعد نیوز. خب حواستون باشه ما تو اینجاییم، ما تو کجا بودیم؟ اینجا. حالا اگر بیایید تو مثلا توی قسمت نیوز اینا هم ببینید، ما داریم از تو قسمت ادمینستریتور به این صورت داره آدرس دهی میکنه، ولی من تو کجام الان؟ توی در واقع اصطلاحاً دو تا فولدر اسیرم. بریم ببینیم میشناسه یا نه، اگه نشناخ یه چیزی رو نمیدونم، بهتون قبلا گفتم وقتی اینا رو اینکلود میکنید توی صفحه پدر، که پدرش کجاست؟ توی قسمت بادی نیوز تو اینجا، چون داریم در واقع اینجا صداش میکنیم این گزینه رو، اصطلاحا دیتابیس رو میتونی تو همینجا اصلا میتونی دیتابیس رو اینجا فراخونی بکنی، اینجا خودش انگار کدا فراخونی میشه. خب اینه چرا یکی هن اسمشو؟ اینجا من بادی نیوز گذاشتم، بذاری من یه لحظه ببینم دارم چه شاکاری رو پیاده میکنم. اسم این رو گوشتیم بادی نیوز، این رو گوشتیم بادی، این رو گوشتیم بادی نیوز، اینجا هم گذاشتیم نیوز، بادی نیوز رو داریم فرخونه میکنیم، اینجا هم کردیم. بچه اسم این رو عوض بکنیم بهتر، بذارم اسمش همون، بذارم شو نیوز. بهتر شد، حالا حداقل دارم میفهمم دارم چیکار میکنم. خب اینجا هم شو شو نیست، خودش عوض میکنه، ریفکتور میکنه همه رو. بریم ببینیم که آیا میشناسه اینجا نیوز رو یا خیر. من یه متغیر به نام نیوز درست میکنم و نیوز رو انجام میدیم و من یه وردامپ بگیرم دالر نیوز گزینه سرچ رو، سرچ کو، سرچ تایتل کی بگیریم اینجا و طبیعتاً یه به این صورت و گزینه تایتل رو بدیم، طبیعتاً نباید برگردونم یا ارور باید برگردونم. خب
داره ارور برمیگردونه، داره میگه اینکلود وانس که داره شما میکنید فیل تو اوپن استریم. خب داره میگه آدرس دهی که داری انجام میدی اشتباس. خب بیایم ببینیم چرا داریم اشتباه. فکر کنم اینا قرار توضیح دادم ولی بازم حالا چون دو هفته در واقع فاصله افتاده بیایم توضیحش بدیم. ببینید عملا اینجوریه، نگاه کنید شما یه صفحه دارید به نام الان نیوز. خب نیوزتون یه قسمت هدر داره و یه قسمت الان بادی نیوز داره و یه قسمت فوتر. بخاطر همین بهتون میگم حواستون باشه تو آدرس دهی. داره میگه آدرس دهی تو اشتباس. چرا؟ ای توی قسمت بادی نیوزه عملا من اومدم منو رو دارم فراخونی میکنم، چه میدونم این وسط پارلکس رو دارم فراخونی میکنم، این وسط نیوزه رو دارم فراخونی میکنم. خب همشون اصطلاحا تو اینجا تو این در واقع تو این صفحه وجود دارن. این صفحه هم اگه نگاه بکنید، این بادی نیوزی که دارید اینجا نگاهش میکنید، عملا این بادی نیوزه رو بذارم باز کنم ببینید اینجا داره در واقع چیکار میکنه. تک تک این کد ها رو فراخونی میکنه. خب بادی نیوز درجا داره ادمینستریتور رو میبینه. ببینید اگه اینا رو من جمعش بکنم، بادی نیوز داره درجا ادمینستریتور رو میبینه. لذا وقتی که شما دارید بادی میایید اصطلاح میفرستینش تو نیوز، این نیوزی که دارید اینجا میبینید و بادی نیوز هم داخل این نیوز هستش، اصطلاحاً بادی نیوز رو که میایید بازش میکنید، تمام دیتا ها رو داره مستقیم از این ادمینستریتور میبینه. پس نیاز نیستش که من بیام توی پارشال قرار بگیرم و بیام اینجا مثلا برگردم بگم دو نقطه بیا بیرون. نه، انگار شما دارید کدایی که اینجا وجود داره ریختی توی این بادی نیوزه اینجا و ایشون داره کاملا این رو مستقیم میبینه. حالا بادی نیوز دیگه اسمش شده شو نیوز. خب من این رو میام به این صورت در واقع قرارش میدم و حالا میام خروجی رو میگیرم. خب الان این داره کاملا درست نشون میده. فکر کنم قبلا گفته بودم ولی حالا دیگه با شکل نگفته بودم، که فکر کنم با شکل دیگه فهمیدید به چه صورته. خب الان من میام اینجا دیتا رو کشیدم بیرون بر اساس کلیدی که داشتیم. خب کلیدمون چی بود؟ این یوزر فرندلی که اینجا در واقع یا بباش یوزر فرندلی نم یو آر ال فرندلی که داریم خروجی گرفتیم، یو آر ال فرندلی هم داریم ما اصطلاحاً توی SEO. یو آر فرندلی چیه؟ همین چیزی هستش که ما جنریت کردیم برای SEO. خیلی خوب هستش که بیایم ما اینجا مثلا به جای اینکه عدد برگردیم اینجا مثلا برگردیم میگیم 5 6 بیاد یه متنی برگرده. خب باید یونیک باشه که بتونه دیتا رو اصطلاحاً درست برگرده. خب من الان میخوام اینجا چیزی که اینجا دارید میبینید رو به اینجا اعمال بکنم. خب میام اینجا چیکار میکنم؟ چون یه دیتا داره برمیگردونه دیگه، خودتونم میدونید برای چی داره یه دیتا برمیگردونه. جلسه های پیش در موردش 100% صحبت کردیم. من میام اینجا برمیگردم میگم اکو دالر نیوز گزینه چی بوده؟ تایتل اگه اشتباه نکنم و یه دونم یه اسم دیگه داشته به نام PHP اکو دالر نیوز دسکریپشن یا نه بذار ببینم چی بوده. بادی نیوز بوده. این بادی نیوز همه جا ما استفاده کردیم. خب بادی نیوز و به این شکل میام و اینجا یه رفرش میکنم و ببینید که بسیار عالی برمیگردم نیوز اری این آن کاوت کن نات آبجکت. خب بریم ببینیم که این نیوزی که ما اینجا داریم، خب یه دیتا بیشتر نبوده دیگه. بذار من ببینم تایتل رو قرار دادم و آها ببخشید اصلا متدش رو ببخشید کوئری دالر نیوز. خب شما اول باید اینجا سرچ تایتل بعد به این بنده خدا یه چیزی خاص بدید که خروج بگه. من کلاس رو دارم ازش کوئری میکشم بیرون، اینم به این صورت، اینم به این صورت. خب الان درست میشه. میایم اینجا و یه رفرش میکنیم. الان ببینید در واقع دیتا مربوط به این خبر رو کشید بیرون. اگه من برگردم صفحه اصلی مثلا برگردم توی ایشون، این دیتا رو کشید ببینید. عکس مکس هایی هم که تو اون مقدار گذاشتیم قشنگ میاد میکشه بیرون.
یا حالا سی اس اس ایناست دیگه، بعد سی اس اس رو لطف کنید برید درست کنید. ایشون به این صورته و اینا به این حالت، به این صورت در واقع خروجی داشتیم. خب طبیعتا اگه من بیام توی قسمت اخبار یه دیتای جدید جنریت بکنم، حالا فرض کنید همچین چیزی و بادی نیوز شم به این شکل، رجیستر رو بزنم، عنوان شما تکراری می باشه. خب چی بزنیم؟ خبر یک هسته ای رو بکنم، خبر دو کنترل کنترل سی، حالا چیزایی بوده که قبلا گذاشتیم و به این صورت رجیستر رو بزنیم، عملیات دیتا درست انجام شد. خب این هم که به این صورت، اگر بیاید توی الان صفحه اصلی و چهار تا دیتا میشد، چرا نشد؟ احتمالا من آره اینجا به این صورت گذاشتم. خب اینو میتونی بزنی مثلا 6 تا، خب 4 تا نباشه، یعنی 6 تا بیاد قرار بگیره. و ببینید الان دیتا مربوط به البته خبر شماره 2 هسته اینشون میشه بیاد به این صورت قرار بگیره. پس اخبارمون رو هم اومدیم قرار دادیم، دیتا هاش رو قرار دادیم، هر روز بعضی سئوش رو اوکی نکردیم، سئوش رو باید درست بکنیم. خب سئوش درست نیست الان برای این صفحه، میریم تو فیلم بعدی سئوش رو درست بکنیم. البته زمان فیلم اخ زیاد شد.